سلام، به خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 ماه میزان سال 1392 هجری خورشیدی و 3 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها: ثبت نام عبدالرب رسول سیاف و عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات شفاف تضمین کننده ادامه کمک ها به افغانستان، دو برابر شدن حمله های طالبان در برابر نیروهای امنیتی کشور، حمله انتحاری بر یک پایگاه یک فرمانده بلندپایه طالبان پاکستانی و وارد شدن طلای قاچاقی در بازارهای کابل. مشروع خبرها: عبدالرب رسول سیاف با دو معاون و شمار از هوادارانش برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند. در هنگام داخل شدن آقای سیاف و کمیسیون مستقل انتخابات، رئیسان دو مجلس شورای ملی و شمار از مقامهای دولتی هواخواه آقای سیاف وی را همراهی می کردند. خبرنگار تولو نیوز از ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده است که شمار زیاد از هواداران آقای سیاف هنگام همراهی شعار الله اکبر سر می دادند. محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب به حیث معاون اول و عبدالوهاب عرفان سناتور پیشین معاون دوم آقای سیاف هستند. در همین حال فضل کریم نجمی نیز به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری همراه با دو معاونش ثبت نام کرد. محمد صابر تمکین و سوسن حاجتی معاونان آقای نجمی هستند. صالح سادات گزارش می دهد. عبدالرب رسول سیاف نامزد احتمالی ریاست جمهوری با دو معاونش محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب و عبدالوهاب عرفان سناتور پیشین و نیز شمار از هوادارانش با سر دادن الله اکبر برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات آمدند. در سه روز اخیر که دو چهره مطرح خودشان را نامزد کردند، دیده می شود که افزون بر ثبت نام در انتخابات آینده ریاست جمهوری، یک نوع قدرت‌نمایی را نیز نشان می دهد. زیرا عبدالرب رسول سیاف را شماری از مقامهای دولتی، رئیسان مجلس نمایندگان و مجلس سنا و نیز شماری از نمایندگان شورای ملی همراهی می کند. آقای سیاف آوردن صلح را در کشور از نیازهای جدی برای شهروندان و از اولویت های برنامه هایش می داند. صدای ما را میالی این ملت با عظمت ما مشنو. صدای ما را امو مادرایم مشنو که سال هاست چشمایشان به دروازه خانه هایشان بسته است. اگر شوهرهای گم خودی خود باز ببینند که با خانهشان می دره. و نمیدراید و صدای ما را و نمو یتیمای هم مشنوه که روحایشان بستر عشقهای داغی است که برویشان شب و روز روان است. ما کاندیدان خدمت اینمتر یک ملت، اینمتر یک ملت با عظمت، با هیبت و با مروت است. آقای سیاف در پاسخ به پرسش تولو نیوز می گوید که اگر امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا به حکومت آینده بماند و اگر در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز گردد، و این کار را با مشوره با مردم انجام خواهد داد. دین و رسالت در رابطه به خدمتگذاری به ملت خود و صدر کار ما یک ملت واحد افغانستان واحد، تطبیق قانون، تامین عدالت و تامین امنیت. در همین حال امروز پیش از عبدالرب رسول سیاف، فضل کریم نجمی 3 نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری با دو معاونش در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. محمد صابر تمکین معاون اول و سوسن حاجتی معاون دوم آقای نجمی است.
سازمان ملل متحد یک بار دیگر آمادگی این سازمان را به ادامه کمک های بیشتر مالی و فنی به انتخابات ریاست جمهوری کشور اعلام کرد. نماینده ویژه این سازمان در کابل میگوید که برگزاری انتخابات شفاف و سراسری و همه پذیر بودن نتیجه این انتخابات ادامه کمک های جامعه جهانی را به افغانستان تضمین میکند. سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد که این سازمان آماده است تا ناظران جهانی را برای نظارت از انتخابات بگمارد و نیز نظارت ملی را به گونه جدی حمایت خواهد کرد. این مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت سازمان ملل بر تأمین امنیت انتخابات تأکید می‌ورزد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خوشبین است و میگوید که برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول ادامه کمک های جامعه جهانی را به افغانستان تضمین می کند. به باور وی به این روند از آنچه که تعهد شده بود بیشتر کمک خواهد شد. انتخابات برای افغانستان بسیار مهم است. کیفیت آمادگی ها برای انتخابات، برگزاری انتخابات و آمادگی به همه پذیر بودن نتیجه انتخابات از همین اکنون روشن است. آمادگی ها برای برگزاری انتخابات زمینه بهتری برای کمک کنندگان فراهم ساخته است که آماده کمک درازمدت پس از سال 2014 میلادی به افغانستان هستند. این سازمان برای نظارت بهتر انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی حضور ناظران ملی و جهانی را حتمی می‌داند. جامعه جهانی برای پشتیبانی از ناظران ملی آماده است. ما با پشتیبانی و همکاری قادر خواهیم بود تا ناظران جهانی را برای نظارت از روند انتخابات بگماریم. اتحادیه اروپا و نیز پارلمان اروپا به گونه جدی مصمم هستند تا یک ماموریت نظارتی را برای نظارت از روند انتخابات به افغانستان بفرستند. در همین حال سازمان ملل متحد از آمادگی های عاجل برای کمک های فنی به کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز سخن میزند تا این کمیسیون بتواند به گونه بیدرنگ به کارش آغاز کند. همان گونه که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تاکید کرده است که استقلالشان را نگه خواهند داشت، ما آماده هستیم که از بهترین روش های جهانی مشوره های لازم را برای این کمیسیون فراهم سازیم. از سوی هم فرستاده ویژه سازمان ملل متحد میگوید که شورای امنیت این سازمان روند انتقال را در کشور به بررسی گرفته است و در این بررسی بخشی را که با مشکلات روبرو هستند نیز نادیده نخواهد گرفت. در همین حال برخی منابع میگویند که جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان تصمیم دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری معاون اول دکتر اشرف غنی احمدزی باشد. منابع نزدیک به جنرال دوستم میگویند که آقای دوستم هفته آینده برای ثبت نام به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد رفت. آقای احمدزی در این باره تا کنون چیزی نگفته است. سوی دیگر شمار از دانشجویان و فعالان جامعه مدنی با راه اندازی حرکت زیر نام کارت برای تغییر و رای برای سرنوشت از جوانان میخواهند تا کارت های رای دهی به دست بیاورند و در انتخابات شرکت کنند. این جوانان که شمارشان به ده ها تن میرسید میگویند که این حرکت نمادین مستقل است و به هیچ حزب و گروه وابستگی ندارد. کارت برای تغییر، رای برای سرنوشت. اینجا شماری از دانشجویان و فعالان جامعه مدنی گرد آمدند تا کارت‌های رای‌دهی به دست آورند و در انتخابات شرکت کنند. این جوانان هدف این حرکت نمادین را تشویق جوانان به شرکت در انتخابات می‌گویند. یکی از مهمترین مؤلفه‌های دموکراسی شرکت در انتخابات است و همه ما کوشش کنیم که برای سرنوشت خود ما شرکت کنیم و در این همچو حرکت های نمادین شرکت کنیم. این برنامه وسیع‌تر شود و بتونیم مردم جلب توجهش بیشتر و انتخابات کنیم و به خصوص برای عرض کار. از سوی دیگر جوانان حزب مردم افغانستان با برگزاری نشستی از جوانان میخواهند تا در انتخابات به گونه گسترده سهم بگیرند و نیز از انتخابات نظارت کنند. جوانان ما در سراسر افغانستان بسیج باشند و بتوانند از انتخابات نظارت کنند، بر پروسه انتخابات اثرگذار باشند. هدف ما است که جوانان بتوانند در تصمیم آینده اشتراک گذاری نمایند و بتوانند افغانستان را به سوی آبادی ببرند. جوانان در حدود 70% جمعیت کشور را می سازند و رأی آنها نیز در انتخابات سرنوشت ساز گفته می شود. از همین رو نقش جوانان باسواد در گزینش یک رهبر توانا اثرگذار خواهد بود.
در همین حال به باور برخی از آگاهان آن جوانان کشور که از سواد به بهره ماندند هنوز هم به گونه سنتی از افراد و گروهی مشخص پیروی می کنند. والی بلخ از جامعه جهانی می خواهد که اجازه ندهد تا افغانستان بار دیگر به وضع دهه 70 برگردد. عطا محمد نور والی بلخ که در کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف سخن می زد می گوید که مردم افغانستان نیازمند همکاری های جامعه جهانی هستند. از همین رو انتظار دارند تا کشورهای درگیر در مسئله افغانستان در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و نیز در کاهش تهدیدهای امنیتی مردم افغانستان را یاری رسانند. در همین حال فرمانده نیروهای ایسف در شمال کشور از تلاش‌های شورشیان برای ایجاد ناامنی‌ها در کشور سخن می‌زند. نیروهای آلمانی 23 سال روز اتحاد آلمان را در شهر مزار شریف بزرگ داشت کردند. والی بلخ در این مراسم از جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان را فراموش نکند و به همکاری‌هایشان در افغانستان ادامه دهند. شما فراموش نکنین افغانستان، دهه 90 تکرار نکنین، در کنار افغانا باشین. افغانا از این دیدگاه با شما حقی دارن و شما افغانا را یاری برسانین، کمک بکنین تا اینکه خود به پای ایستاد شود. از سوی هم فرمانده نیروهای ایسف در شمال کشور میگوید که هراس افغانان تلاش میکنند تا مردم افغانستان را نسبت به آینده افغانستان بی باور سازند و امنیت را مختل نمایند. دشمنان افغانستان یک افغانستان آباد و مستقل را نمی خواهند. آنان با انجام عمله های اراس افغانانه وحشت انگیز و خشونتبار می کشند تا ناامنی را در افغانستان به وجود آورند. آنها تلاش می کنند که مردم را نسبت به آینده افغانستان بی باور بسازند، اما آنها موفق نخواهند شد. نماینده غیر نظامی آلمان در شمال کشور نیز از ادامه کمک های کشورش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی سخن میزند و میگوید که جامعه جهانی انتظار دارد تا انتخابات افغانستان به گونه شفاف برگزار شود. جامعه جهانی توقع دارد که انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف راه اندازی شود. ما هرگز افغانستان را تنها نمیگذاریم. آلمان از بزرگترین کشورهای کمک کننده در افغانستان به شمار می رود و هر سال در حدود 430 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند. در حال حاضر بیش از 5000 سرباز آلمانی برای تامین امنیت در افغانستان مصروف فعالیت هستند. طالبان حمله هایشان را بر نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال پار دو برابر ساختند. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در گزارش نگاشته است که نیروهای افغان پیشرفت های چشمگیری داشتند، اما این پیشرفت ها پایدار نیستند. جنرال دانفورد می گوید که نگرانی شماره یک مردم افغانستان و جامعه جهانی بی باوری به اوضاع پس سال 2014 است. وی تاکید می کند که امضای تفاهمنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به کاهش این نگرانی ها در افغانستان منطقه کمک می کند. حازم آرش گزارش می دهد. در آخرین روزهای فصل جنگی امسال بلندپایه‌ترین نظامی آمریکایی در افغانستان میگوید که نیروهای افغان برنده این جنگ خواهند بود. جنرال جوزف دانفورد فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در گزارش تابستانیش اشاره بر افزایش ظرفیت‌های نیروهای افغان دارد و میگوید که ایساف تنها در عملیات‌های دفاعی خودی سهم می‌گیرند. دانفورد میگوید که نیروهای افغان پس از پایان فصل جنگی امسال در نزد مردم با اعتبارتر شدند. اما تداوم این اعتبار و توانایی را وابسته به ظرفیت سازی در نهادهای امنیتی می داند. جنرال امریکایی می گوید توانایی های نیروهای امنیتی افغان پایدار نیستند، اما این نیروها پیشرفت های واقعی و چشمگیری داشتند. برای پایداری این پیشرفت کارهای زیاده را در بهبود نهادها و روندها باید انجام داد. فرمانده ایساف می گوید چالش عمده برای افغان ها و جامعه جهانی در گام نخست نگرانی های روانی و سیاسی است. وی می افزاید که کشورهای منطقه نیز از وضعیت پس از سال 2014 نگرانند. اما به باور دانفورد امضای سند امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا پاسخ به این نگرانی ها است. به باور دانفورد امضای پیمان امنیتی و موافقت نامه با ناتو اعتماد دوستانمان را بیشتر می سازد و انگیزه دشمنان ما را کمتر. در این حال برخی از آگاهان نیز بر امضای توافق نامه میان کابل و واشنگتن تاکید می ورزند و میگویند که حکومت برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر امضای این توافقنامه را به درازا کشانیده است. افغانستان با این امضایی که داره با نکردن این امضا پیمان نظامی میتونه که وضع افغانستان به مراتب بدتر و خرابتر از عراق خواهد بود. دانفورد درباره حمله های طالبان بر نیروهای امنیتی افغان میگوید که 72% این حمله ها به نیروهای افغان متمرکز هستند و این رقم نسبت به سال پار دو برابر شده است.
توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسید. لحظات پیش که انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داد. پلیس هلمند با تایید این رویداد میگوید که این انفجار در نتیجه انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در یک موتورسایکل رخ داد. هرچند پلیس هلمند درباره تلفات این رویداد چیزی نگفته است، اما گزارش ها می رسانند که در این رویداد شمار کشته و زخمی شدند. شورای زنان شهرداری کابل و شمار از فعالان جامعه مدنی امروز در کار گروهی بخشهایی از شهر کابل را پاک کردند. این برنامه در هر ماه یک بار راه اندازی خواهد شد و نخستین برنامه در بخشهایی از ناحیه چهارم شهر کابل آغاز شد. شرکت کنندگان در این کار گروهی به تمامی شهروندان کشور پیام می دهند تا در پاک نگه داشتن شهرشان بکوشند. کابل از پایتخت های آلوده جهان به شمار می رود و در هر گوشه و کنار این شهر خروارهای زباله دیده می شوند که انبار شده اند. در آلودگی این شهر بیشتر باشندگان آن مقصر دانسته می شوند. در این بخش کابل شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی برای پاکسازی این بخش از زباله ها کمر بستند. مشکل از این است که این مردم هایی هستند که کلن هزادروف هستند که در داخل شهر آمدند. این همون فرهنگ ادروفی خود در اینجا داره. هیچ توجهی به شهر نداره. شرکت کنندگان در این کار گروهی به تمامی شهروندان کشور پیام می دهند تا در پاک نگه داشتن شهرشان بکوشند. تمام فعالین جامعه مدنی، رؤسای نهادهای مختلف آمدن اینجا در این پاکاری سهم فعال گرفتند. افزایش روزافزون جمعیت پایتخت و نیز سرازیر شدن رستانشینان به پایتخت و بی‌پروایی باشندگان پایتخت به پاک نگه داشتن این شهر از علت‌های اصلی آلودگی پایتخت گفته می شود. به باور برخی از آگاهان، برنامه‌های آگاهی دهی و حتی اقدام‌های کیفری برای جلوگیری از آلودگی‌ها اثرگذار می‌توانند. ادامه خبرها. در یک حمله انتحاری بر یک فرمانده بلند پای طالبان پاکستانی 17 تن کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مقام های امنیتی پاکستان این حمله امروز هنگام رخ داد که انتحار کننده یک موتور پر از مواد انفجاری را به مرکز فرماندهی ملا نبی حنفی در منطقه قبایلی اوروگزای کوبید. از سوی دیگر واحد خنثی‌سازی بمب در پاکستان به علت کمبود امکانات بمب‌های ساخته شده از سوی طالبان را به شیوه‌های عجیب و خطرناک خنثی می‌سازند. مرکز فرماندهی ملا نبی حنفی یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان پاکستانی در منطقه قبایلی تل اورگزای اجنسی آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت، اما گفته می‌شود که وی در هنگام حمله در این مرکز نبود. در همین حال تحریک طالبان پاکستان ملا نبی را به همکاری با حکومت متهم می کند و مسئولیت این حمله را به دوش می گیرد. از سوی دیگر واحد خنثی‌سازی بم پاکستان در مبارزه با طالبان از کمبود امکانات شکایت می کنند. این کمبود تا اندازه است که کارمندان این واحد از بوتل های کهنه در عملیات ها استفاده می کنند. تمامی کشورها در افغانستان مصروف هستند. آنان باید بدانند که شورشیان در اینجا آنان را نظر به هر جای دیگر بیشتر تهدید می کنند. آنان باید ما را کمک کنند. از این رو کسی حاضر نیست تا در این واحد ایفای وظیفه کند. واحد خنثی‌سازی بم پشاور می گوید که با این هم از سال 2009 میلادی تا کنون بیش از 5000 اشیای گوناگون انفجاری را خنثی کردند. بودجه سال روانی نیروهای امنیتی پاکستان بیش از 6 میلیارد دلار است و تنها 683 میلیون آن به پلیس اختصاص داده شده است. هرچند پاکستان از سال 2001 تا کنون بیش از 30 میلیارد دلار کمک را از امریکا نیز به دست آورده است، اما مبلغ بسیار ناچیزی از این پول هنگفت به واحد خنثی‌سازی بم اختصاص داده شده است. و با غرق شدن یک کشتی پناهجویان آفریقای جنوبی در آبهای جنوب ایتالیا 82 تن جان باختند. مقام های حکومت ایتالیا میگویند که هرچند تاکنون 140 تن از این پناهجویان نجات داده شدند، اما صدها تن دیگر آنان هنوز هم ناپدید هستند. این مقام های می افزایند که سرنشینان این کشتی پس از آن که کشتی دچار سانحه شد ناگزیر شدند تا خودشان را به آب بیندازند. ادامه خبرها. و
بخش از سلاح‌های وارداتی به افغانستان به گونه قاچاق و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد می‌شوند. مسئولان اتحادیه طلا فروشان شهر کابل می‌گویند با وجود تلاش‌های حکومت در جلوگیری از قاچاق طلا، برخی از کسانی که موتورهایشان در میدان‌های هوایی تا زیر بال هواپیماها می‌روند، این طلاها را بدون پرداخت محصول وارد بازار می‌کنند. به گفته این مسئولان، طلاهای قاچاقی بدون تثبیت عیار به گونه فنی در بازارها فروخته می‌شوند. ذبیح الله جهانمل گزارش می‌دهد. مسئولان اتحادیه طلا فروشان میگویند گذشته از راه‌های غیرقانونی زمینی، در حال حاضر بخشی از طلاهای وارداتی حتی از میدان‌های هوایی به کشور قاچاق می‌شوند. آنان میگویند برخی از کسانی که موتورهایشان در میدان‌های هوایی بازرسی نمی‌شوند و اجازه دارند موتورهایشان را تا زیر بال‌های هواپیما ببرند، این طلاها را قاچاق می‌کنند. دسترسی دولت دارد ایسه. به خاطر ازی که در داخل میدان هوایی است، میتونه به یک طریق نه به یک طریق حتما این جلوازی کار بگیره. از ما که میره در بازار می فرض میکنه ما از کسایی که میخریم که مسئول شده است اسناد میتبره، ما اسناد میگیریم از پیششون دیگه به وی حساب. اون کسایی که به اصطلاح قاچاق میره اون در بازار توزیع میکنه دیگه اوش باید ما خبر نداریم. دکاندار بگویم که از کجا گرفتیم، میگه خودم طلای شکسته داشتیم ساختم در فلانی کارخانه. هرچند فروش طلا به گونه یک کالای سرمایه‌ای در بازارها نیاز به نظارت جدی حکومت دارد، اما در حال حاضر فروش زیورات طلایی در بازارهای کشور به گونه عادی و بدون نظارت وزارت معدن صورت می‌گیرد. از این رو خریداران طلا در زمان خرید از درست بودن عیار طلا مطمئن نیستند. از سوی فروشندگان طلا با توجه به بی‌نظمی‌ها در بازارهای طلا فروشی حکومت را در این بی‌نظمی‌ها مقصر می‌دانند. گفته نیست که در حال حاضر زیورات طلایی بیش از 5 کشور جهان در بازارهای کشور پیدا می‌شوند و بهای هر گرام این زیورات متفاوت است. بیننده‌های گرامی، رویدادهای ورزشی این ساعت را همکارم سمیر رسا تقدیمتان می‌کند. آقای رسا، بله. سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. تیم طوفان هریرود در بازی رفت مرحله نمایندگی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن 2-0 شاهین آسمایی را شکست داد. در این دیدار که با میزبانی طوفان هریرود برگزار شد، غلامرضا یعقوبی و حمیدالله کریمی گل‌های پیروزی طوفان هریرود را به ثمر رساندند. این دیدار که با میزبانی طوفان هریرود برگزار شد، بازی را شاهین آسمایی با تهاجم آغاز کرد. اما این مدافع قهرمانی این رقابت ها بود که در دقیقه 12 بازی با گل رسید و توپ با ضربه غلامرضا یعقوبی با پیراهن شماره 17 طوفان هریرود نخست به تیرک دروازه شاهین آسمایی خورد و سپس داخل دروازه شد و نیمه اول بازی 1-0 به سود طوفان هریرود پایان یافت. در نیمه دوم و در دقیقه 93 بازی امید یوسفزای دروازه‌بان شاهین آسمایی روی مهاجم طوفان هریرود خطا انجام داد و یک ضربه پنالتی از سوی داور گرفته شد. حمیدالله کریمی این ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد و سرانجام این دیدار 2-0 به سود طوفان هریرود پایان یافت. در پایان این بازی یما یحیی‌زاده دروازه‌بان طوفان هریرود بهترین بازیکن میدان شناخته شد. تیم طوفان هریرود با 13 گل زده تا این مرحله رقابت‌های لیگ برتر لقب بهترین خط حمله را دارد. بازی‌های پرشور و هیجان انگیز لیگ برتر فوتبال افغانستان پای شماری از خانواده‌ها را نیز برای تماشای این بازی‌ها به ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشانیده است. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در کابل که در رقابت‌های فوتبال جام دوستی در کلوب ورزشی اردو شرکت کرده است، از برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان ستایش می‌کند و بر پشتیبانی از فوتبال افغانستان تاکید می‌ورزد. در بخش فوتبال ما سهولت‌های آموزشی را برای مربیان افغان برابر ساختیم. من شاهد هستم که چند پیش مربیان لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن در دبی از سوی مربیان لیگ برتر بریتانیا آموزش دیدند. در دیدار دیگر رفت این مرحله رقابت ها به روز جمعه عقابان اوندوکش در برابر سیمرغ البرز به میدان می‌آید. برای نخستین بار کارت های اطلاعات درباره بازیکنان حاضر در لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن چاپ شدند. این کارت ها امروز در یک نشست خبری در فدراسیون فوتبال به نمایش گذاشته شدند. در این کارت ها اطلاعات درباره نام بازیکن، جای او در زمین فوتبال، تیم، قد و وزن او چاپ شده است.
چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 24. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16. برنامه‌های دیگر تلو نیوز و تلو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.